من این کلی را به خانواده فرشته جان تسلیم میکنم. این دکان شماست. دور بار شکر است. ما باور نمیشه که این دکان مال ما شده باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. الحمدلله که امروز یک خانواده دیگه دل شاد میشه. فرمودی باز با هر دلی که شاد شود شاد میشوند. ببینید اگر دلی که شاد میشه ما شاد میشیم، مرد دلی که آباد میشه ما آباد میشیم. قسمی که شما میبینین خانواده دیگه است، ما دکانه که بهشون فراهم ساختیم مواد نزدیک به 100,000 افغانی کم و بیش، البته در دکان سرمایه گذاری شده از خود دکان و حتی این قفسچه هایش که شما نگاه میکنین، البته همش به این خانواده فراهم شده و جز ملک خودشان خواهد شد. آرد و در کنارش برنج و چای، بوره، روغن و موارد دیگه که است شما نگاه میکنین به خانواده فراهم شده. انشالله بتونه اینا مشکلات زندگی خودان حل کنن. فرشتگک دخترکی که کارهای شاقه میکرد، برادرک ساجق فروشی و پلاستیک جمع میکرد و پدر این خانواده نیز از پا معیوب است. ما این تجارت را جور کردیم میتونه که منظم اینجا بینشینه و انشالله ما کوش میکنیم که در مواد این دکان بیفزاییم و دیگر مسائل دیگه هم که نیاز داره. الحمدلله تا حالا فکر میکنم اگر یک کمک برادر ما خودش بیدار بسازه از 100,000 افغانی 5-7,000 شاید مای دیگر سرمایه داشته باشه، ولی هدف و مقصد مایی است که انشالله اینا مشکلات خانوادگیشان در کل حل شود. دیگه این مواد آماده شده، تهیه شده، بهشان زنگ زدیم، ممکن نزدیکی باشه و میخواییم که گفته خارجی ها میگن سپرایز، میخواییم که ما متعجبشان بسازیم. اول میاری میشانه که مواد بخر و زمستانت بدن کلید دکان تسلیمشان میکنه. ما هم نگاه باشید. سلام برسه چالدانه، خوب هستید؟ زنده باشین. وعلیکم السلام. وعلیکم قندیلک. سلام. وعلیکم. خوش آمدین، بفرمایین. باش کمی سایه به دکان هم در بیرون از بیاین. محترم شما بفرمایین. باش. ما از این خاطر امروز شما را خواستیم که اینجا مواد زمستان براتون بخریم، چیزی که ضرورت داره، نارد است، روغن است، هر چیز است. انشالله میتونین بگوین ما او رو به خانه تان ببریم از این دکان. صحیح است انشالله؟ درست است انشالله. هر چیزی که نیاز دارین نبگوین. البته چیز به زمستان ضرورت دارین بخریم انشالله. به زمستان دیگه با خودتان معلوم است که یعنی آرد است ضرورت، بوره ضرورت داریم. و دیگه لوبیا، نخود، مثال چوب، زغال، اینم تو چیزایی که چیز زمستان است. بله انشالله همش هست اینجا براتون میگیریم. و فرشته جان میگه چیز دارم در خانه ما، نه آرد داریم، نه روغن، نه بوره، نه لوبیا و نه دیگر چیزی. خب دیگه همیه در زمستان چیز ضرورت است، آرد، روغن، لوبیا، بوره و غیره و غیره ضرورت داریم. بله انشالله چیزا رو بگیم مشکلتان حل میشه. مثلا آرد بگیریم، روغن بگیریم بهتر است. یک قسم فکر کرده جواب میگه چرا؟ از این ما توانایی چیز را نداریم که بگیریم بخریم. به خاطر که من میخواستم امی رقم پدرمام یک دکان میداشت تا که کارش میشه. یعنی شبیه امی دکان میداشت مشکل تا نهل میشد؟ بله یا مشکل خوش میشد انشالله. نکو گیری فرشته جان، علای متعال در یک ثانیه همه چیز تغییر میده. شاید بعد نظر علای متعال سخت نباشه. میفهم این چی رقم بعض اوقات سناش انسان تغییر میکنه. سکر ناله. ما این کلی را به خانواده فرشته جان تسلیم میکنم. این دکان شماست. دور باش
شکر است بچیم. وای ماشاءالله ماشاءالله. تشکر خداوند از رو دنیا و آخرت براتون بده. یکی ما سرپا ایستاده شدیم، یک لقمه نان روزی حلالی و دست نیاریم، یک جهان سپاس. خوشحال شدی؟ بلی از اینکه ما را کمک کردین، از ناداری نجات دادین. خداوند متعال اجرتون بده. ما باور نمیشه که این دکان مال ما شده باشه. از اینکه ما را از این ناداری نجات دادین، خداوند متعال شما را اجر بده. تشکر میکنم. انشالله شما که روزانه از این 300 400 افغانی هم که از او شاید زیادتر چون در نوش سرک است، روزانه که 500 افغانی هم انشالله شما عاید داشته باشید مشکل تان نداره. بخیر انشالله. تشکر برادر عزیز. البته دوستا انشالله ما سعی تلاش ما بری است و این بر همه شما یکسان است. میتونید به این خانواده کمک کنین و دیگه در مالشان و این در تجارتشان بیفزایین. یک لکشان دو لک شوه، سه لک شوه، چهار لک شوه، میلیونر شوه انشالله. اینال دیگه چیز آرزو داری فرشته جان؟ دیگه آرزوی ما ای است که خواهر برادر ما مکتب خود بخوانن، درس تعلیم خود بکنن، دیگه زندگی خود به خوبی و خوشی سپری کنیم. بله بخیر با آرزویتان برسین انشالله. دوستان از این لینک ها میشاهده میکنین، ما انشالله برنامه ما ادامه داره. السلام علیکم.